خب امروز قرار هست در مورد ماشین های محوری یا اکسیال رو با صحبت بکنیم وقتی من ابتدا اول عرض بکنم وقتی صحبت از ماشین های محوری میشه ما با چه جور ماشین هایی روبرو هستیم یا با توربین آبی محوری که معروفترین و شاخصترینش توربین کاپلان هست داریم صحبت میکنیم اما توربین آبی محوری یا در مورد توربین باد محوری صحبت میکنیم یا در مورد توربین گاز محوری یا کمپرسور محوری فنها و دمنده های محوری و یا پمپ های محوری در مورد همه اینها من در فصل های مرتبط با خودش صحبت خواهم کرد فنها و دمنده ها رو جدا توربین گاز کمپرسور محوری جدا و در مورد توربین های آبی و توربین باد محوری هم صحبت کردم و در این فصل قرار هستش که شما رو با معادلات حاکمه بر ماشین های محوری آشنا بکنم که به شکل پراکنده در لابلای مباحث پیشین هم اتفاقا در مورد اینها صحبت کردیم که گفتم برای مثالاگهاین معادله اویلر هست برای ماشین های محوری این میشه ولی در اینجا یه مقدار به شکل منسجمتر و به قول با یک الگوریتم فکر شده آموزشی در تدریس خواهم کرد و نکاتی رو عرض خواهم کرد که طبیعتا در فصل های آینده ای که همونجوری که عرض کردم ما با ماشین های محوری سر و کار خواهیم داشت این مطالب در اونجا هم به درد شما خواهد خورد ولی بعضی مواردی که خواهم گفت در مورد بیشتر شاید پمپ های محوری رو مد به نظر ولی کانسپت ها مشترک هست. نکته اینجا است نکته اینجاست که خب میدونید ماشین های محوری برای هد های پایین و دبی های وقتی یک حجم بالایی از سیال رو بخواید با هد بسیار پایینی جابجا جا, جا بکنید از ماشین های محوری استفاده میکنیم ترتیب این به این گونه است که حالا من اینجا ننوشتم اگه از پمپ ها صحبت بکنیم پمپ های جابجایی مثبت بیشترین هد رو در کمترین دبی دارند و به ترتیب که میریم به جلو گریز از مرکز این انس هستی محور سرعت مخصوص هست و بعد مختلط و بعد ماشین های محوری و بعد دیگه بیشتر از اون به خاطر افت که در ماشین های محوری ایجاد میشه اگه انس های بیشتر رو هم بالاتر رو هم بخوای از ماشین های محوری میتونید استفاده کنید مثلا توی پمپ ها تو هده 20 متر دبی های مثلا 100 متر مکعب بر ثانیه شما تصوری داشته باشید که 100 متر مکعب بر ثانیه یعنی چی یعنی یه متر مکعب هزار لیتره هر لیتر هم که این ظرف های معاشیری که یه لیتری هستن هز... صد هزار ظرف معاشیر یه چنین حجمی در هر ثانیه داره عبور داده میشه دبی بسیار بالایی است و با هد 20 متر یعنی یه چنین حجم زیادی با هد 20 متر داره فقط جابجا میشه راندمانشون هم پایین هست بین 70 تا 80 درصد یه یعنی به دیگه پمپ های ارزان بزرگ شما محوری علاوه بر اینکه راندمانش پایین هست اینه که منحنی مشخصه راندمانشون خیلی تیزه یعنی شما از نقطه طراحی اگه فاصله بگیرید به سمت چپ و راست چون خیلی تیزه افت راندمانی که در پمپ های محور ایجاد میشه خیلی زیاد هست را پرشون سبودیه مثلا اگه شما دبی رو کاهش بدید و خاطر اون هندسه سبودی پره که وجود داره اینا خیلی به جدایش حساسیت بیشتری دارند و طبعا افتراندمان بیشتری دارند چه اینکه باید شما هلوش نقطه طراحی کار کنید در ماشین های محوری اهمیتش بیشتر است در مورد نحوه ساخت خب پره ها روی محلای نمونه شکل کوچیک هم اینجا کشیدم واسهتون این هاب من هست که وسطه حالا این قرمز رو شما فعلا در نظر نگیرید و شبیه توربین کاپلان هست شبیه اکثر ماشین های فرض کنید شبیه وانتیلاتوری است که توی سرویس های بهداشتی قرار داده میشه هوا رو تهویه بکنه جایی که خلاصه انتقال سیال خیلی حجم سیال رو بخواید جابجا جا, جا بکنید استفاده میشه جایی که نیروی جلوبرندگی خیلی زیادی بخواید خب نیروی جلوبرندگی هرچی دبی بیشتر باشه طبیعتا بیشتر هست اونجا ملخ هواپیما برای مثال همه شبیه این هستن به پراپیلر به اونا گفته میشه اشاره در مورد مصادیقش بیشتر در فصل آینده صحبت خواهیم که ولی در مورد نحوی ساخت این هابی که وسط هست و این بلید هایی که روی روتور قرار داده میشه اینها به صورت یک پارچه ریخته گری میشه و البته داریم مواردی مثل توربین کاپلان که بلید های شما زوایاش قابل تغییر یعنی اینجا یه دونه لولایی وجود داره که این میتونه بلید شما زاویش تغییر پیدا بکنه برای اینه که در دیوی های مختلف بتونیم با پره های با زوایای مختلف بهترین راندمان رو داشته باشیم ولی اگر که حتی هم در اون صورت دیگه باید جدا باشه یعنی اگر قرار باشه که سیستم چرخش پره وجود داشته باشه در باید هابی که وسط هست و بلیت هایی که روش نصب میشه جدا از هم ساخته بشه ولی مثل توربین کاپلن ولی اگر مکانیزم چرخشی هم وجود نداشته باشه باز بهتره که جدا ساخته بشه به هر صورت و ممکنه یک تراش پروانه ای لازم بشه ممکنه به هر دلیلی به حتی به شکل دستی تغییر زاویه داده بشه به هر صورت اگر که پرها روی هاب یک پارچه ریختگری بشن یه محدودیت هست ولی اگه جداگانه بشن شما میتونید زوایاش رو تغییر بدید و الاخ یه نکته خیلی مهم اینجا ارز کنم یعنی اگر بخوام بگم ماشین های دشواریش تو چی هست تو همین قسمت یعنی اگه شما این قسمت رو متوجه بشید الان من چی گفتم هیچ مشکلی بابت بقیه مطالب فصل نخواهید داشت اصولا جان پره های مهوری یک مقدار سبودی هستن تخیل سبودی شما باید خوب کار بکنه اون آیکیوی حجمی شما رو ما اینجا نیاز داریم که شما متوجه بشید که چرا وقتی من پره ها رو قیچی میکنم و وا میکنم یک چنین شکلی ملاحظه میکنم اینجا حالا جدا از اینکه یه دیفیوزری هم وجود داره او یه هدایت کننده وجود داره که اون کانسپتی که کلا اینجا داریم ما با هم صحبت میکنیم و عرض کردیم یه تخیلش رو باید شما بتونید انجام بدید مفهومی است به نام بلید کاسکید کاسکید یعنی آبشار حالا تو فارسی ممکنه ردیف پره ها هم تعریف بشه یعنی اینکه من پره ها را به چه چنین صورتی نمایش میدم حالا اینکه این چرا اینجوری شد و اینکه خب قبلا اینجوری بود چرا اینطوری شد این, این نکته رو اینجا باید با هم دیگه انشالله ها بریم جا خب اولا ماشین محوری رو نگاه کنیم که یک کیسینگی وجود داره جریان به سمت ماشین مکیده خواهد شد و روتوری در اینجا هست که این ها بشه و این هم هایی که روش هست و ممکنه باشه یا نباشه ولی این جزی که اینجا من میبینید استاتور بهش میگن یا دیفیوزر ممکنه در بعضی از ماشین ها دیفیوزر باشه ممکنه نباشه خب این جز چرخان نیست استاتوره و این روتور این استاتوره ولی دیفیوزر باعث میشه که حالا در ادامه خواهم گفتش که دقیق داستانش چی است و ممکنه در جلو قبل از اینکه سیال وارد بل بلید ها بشه یه هدایت کننده هم در جلو قرار داده بشه که این رو هم در ادامه عرض خواهم کرد ولی فعلا آن چیزی که در اینجا خواهم گفت اینه که فرض کنید این کانسپتی که عرض میکنم تو همه ماشین های محوری از توربین باد بگیرید تا توربین کاپلان همه تو همشون این کانسپت وجود دارد که من یک به شکل خیالی یک استوانه ای رو که من به شکل قرمز اینجا رسم کردم ببرم داخل پره ها. و جایی که بلیدهای های من با این استوانه تقاطع می کند را مشخص بکنم و بعد یه قیچی بردارم این استوانه قرمز رنگ رو ببرم بازش بکنم مثل یه فرش دول شده که شما وقتی بازش می کنید تخت میشه و از حالت دایروی به حالت مستقیم تبدیل میشه. و بعد دیگه پس من به شکل خیالی فرض کنید که های من رنگیه و بعد یک استوانه ای رو بردم در به این شکل تقاطعش دادم برش دادم یا مثلا فرض کنید که میتونیم بگیم این استوانه ای من مثل یه اره برقی وقتی لاوارد پره ها میشه برش میده پره ها رو مثلا کراس سکشن پره من الان یک چنین چیزی هست حالا یه مقدار داخلتر من از یه شعای مشخصی هم این کاری کردم یعنی مثلا اومدم از شعای یه این هاب من یه قطر داره یه شعاع داره و تیپ یا نوک پر بلید ها هم یه دونه شعاع داره من میتونم این استوانه ای که به صورت اره برقی اینجا آوردم مثلا تو بیرون کنم میتونم نزدیک داخل بکنم یه شعاعی بین شعاع هاب و شعاع تیپ میتونه داشته باشه من در یه شعاع این وسط یه استوانه ای که حالت اره برقی داره رو بردم در داخل و بعد این اره برقی رو قیچی کردم پهنش کردم بازش کردم این ردیف پره هایی که این وسط میبینید ایجاد خواهد شد امیدوارم تونسته باشید این رو تخیل بکنید که مثلا اگر مشابه آن چیزی که من در شکل رست کردم دو بلید وجود داشته باشه طبیعتا وقتی من اینو قیچی میکنم و وا میکنم دو پره فقط ایجاد خواهد شد من اینجا چهار تا کشیدم چون چهار تا کشیدم پس چهار تا بلید وجود داشته و مثلا یکی هم این پشت دیده نمیشه یکی هم در دقیقه روبروی شماست مثلا اینجاست حالا بر صورت ولی شماتیکه دیگه این چهار تایی که میگم شماتیک از این کانسپتی که گفتم اینه که شما یه استوانه اره برقی من بهش میگم استوانه ای که برقی باشه در یه شعایی که دلخواه حالا خواهم گفت که این شعا چقدر باید باشه ببرید در داخل پررها و پروفیل پره رو که مثلا یه ایرفویل الان من اینجا کشیدم اینو پهنش بکنید بدین صورت و بازش بکنید و آبشار پر با ردیف پرده رو در کنار هم نمایش بید. یه نکته دیگه ای که در مورد توربین های و ماشین های محوری کلا از هر نوعی درش وجود داره و این هستش که خب ما در مثلث سرعت ها روی پره پر از روی هاب تا نوک پره مقدار متفاوتی است یعنی چه سوال اینه که ما مثلث سرعت ها رو باید کجا رسم بکنیم پاسخ این هستش که من ان شاء به شکل عملی تو فصل های بعدی در مورد ماشین های مختلف نشان خواهم داد ولی مرسوم هستش که مثلث سرعت ها رو در شعاع میانگین می نویسند یعنی شما شما شعاع حاب رو دارید شعاع تیپ رو هم تیپ رو هم دارید نوکش رو جمع کنید تقسیم بر دو بکنید و یک جایی اون وسط ها که دقیقا وسط شعاع میانگین هست مثلث سرعت ها رسم خواهد شد خب این یک کانسپتی است که در ماشین های محوری وجود داره و در اکثرشون چه توربین باد بگیرید شما توربین آب و حتی کمپرسور های محوری همه این اتفاق دارش میفت این قسمت نوکش رو میگن این, تهش رو اینجا رو بهش میگن تریلینگ edge مشابه آن چیزی که در پمپ ها داشت و این قسمت نوکش که هوا ابتدا با اون برخورد میکنه رو بهش میگیم leading edge یه نکته هم همینجا باز عرض بکنم اصولا در فرایند بررسی ماشین های محوری ما دو تا استراتژی میتونیم داشته باشیم یکی این که بیایم رفتار ماشین رو به واسطه رفتار آیرودینامیکیش بررسی کنیم یعنی اینکه بیایم بگوییم الان سیالی که داره اینجا میاد گویی که روی یک ایرفویلی داره حرکت میکنه حالا یه زاویه حمله ای هم داره و وجود این زاویه حمله و این شکل ایرفویل باعث اعمال یک نیروی درگ و یک نیروی لیفت میشه طبعا همین کانسپتی که توربین های باد هم خیلی ازش هست. تو همه ماشین های محوری این سبک برخورد هست مثل یه هواپیمای آیرودینامیک میگیم به خاطر این دیگه مثلا الان اینجا داره میاد یه نیروی درگی وارد شده و یک نیروی لیفتی وارد شده به خاطر اینکه اینجا یه ای ناحیه پرفشاری من دارم و خب این از نوع ماشین توانگیر هست دیگه سیال پمپ الان این پمپ محوری چون می در پمپ ها سیال افزایش فشار پیدا میکنه وقتی از لابلای بلیت ها عبور میکنه پس اینجا یک ناحیه پرفشار دارم اینجا یک ناحیه کم فشار دارم و این باعث میشه که نیروی لیفتی به سمت پایین وارد بشه به لیت های من چون زاویه حمله ای داریم و همچنین یک نیروی درگی وارد میشه برای سیالی که داره میاد مومنتوم افقیش در راست در عبور از لابلای پرا تغییر خواهد کرد که اختلاف این مومنتوم افقی اگه ضرب بشه بده دبی و اینها نیروی درگی به من خواهد داد که من اتفاقا این رو در ادامه هم صحبت خواهم کرد راجبش که اگر این لیفت و درگ رو من به شکل برداری با هم جمع بکنم همونجوری نیروی ریزالتنت یک نیروی برایندی ایجاد خواهد شد که یک زاویه‌ای داره و حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد و یک تحلیل دیگری که در این جور ماشین ها میشه انجام داد مشابه همون تحلیلی است که توی سایر پمپ های دیگه سانتریفیوژ با هم دیگه رفتیم بر اساس خصوصیات هیدرولیکی و اینها که اتفاقا بیشتر من در این فصل به مورد دوم پرداختم البته مورد اول رو هم اشاراتی بهش کردم که هر شما در آینده دوست داشتید هر کدوم از اینها رو ادامه بدین ولی بیشتر من در مورد دوم تاکیدم رو مورد دوم بوده خب پس آبشار پرده رو یاد گرفتیم تریلینگ اج لیدینگ اج نیروی درگ و لیفت و نیروی برایند رو بحث کردیم فل... ها این مثلث ها رو بخوایم رسم کنیم فعلا اجازه بدید برای حالت ساکن رسم بکنیم که چون فعلا بخوام دوستان با حالت از ساده شروع کنم و بعد فعلا یهو یه بخوام اصل مطلب بگم ممکنه مقدار دشوار باشه و حالت ساکن یعنی که این سرعت چرخشی که اینجا وجود داره وجود نداشته باشه یه سیاری داره میاد از لابلای پرروهای ثابت حرکت میکنه من طبیعتا دیگه محل... هر جفتش هم روی یک مثلث رسم کردم خیلی مرسوم هست در ماشین های محوری چون ارتفاع مثلث سرعت ها ثابت هست بخاطر اینکه دبی داره میره از یه مساحت ثابتی از اون همون مساحت داره خارج میشه الان در ادامه خواهم گفت همین توی مثلث رسم میشه یه سی دارم اینجا یه سی دوی دارم و فقط یه دونه سرعت هم بیشتر ندارم چون نمیچرخه فعلا برای سادگی و سی دو رو اگه در راستای یو تصویر بکنم یو در این راستا هست میشه سی یو دوی این کوچولو میشه و سی یک رو هم اگه تصویر کنم این بزرگه میشه و آلفا یک هم اینجا نمایش دادم و آلفا دو هم اینجا نمایش دادم و نکته بعدی این هستش که راستای عمود بر آر این بردار برایندی که به کمک جمع برداری نیروی درگ و لیفت ایجاد شده اگر راستای عمود برش رو رسم کنم که این خط میشه این خط موازی عمود بر آر هست میاد از این رأس یک خطی به موازات عمود بر بردار آر رسم بکنم یک اینجا زاویه ایجاد میشه که این الفا بینهایت بی‌نهایت من در ادامه راجع بهش صحبت خواهم این چون هنوز فعلا یو نداره برای حالت ساکن یکم سایتتر. خب اجازه بدید معادلات حاکم برای پره ثابت رو فعلا بحث بکنیم با ما معادله بقای جرم همونجوری که گفتم خب مساحت ورودی و مساحت خروجی یکسان هست چون یه قطر لوله ای وجود داره که در داخلش یک هابی هست و هم مساحتی که از اینجا داره سیال وارد میشه همون مساحتی که از اون داره خارج میشه a1 مساوی a2 در نتیجه cm1 مساوی cm2 خواهد بود و هر جفتشون رو با cm نمایش خواهیم داد معادله بقای انرژی رو خواهیم نوشت بدون لحاظ کردن تلفات و با فرض اینکه انرژی پتانسیل هم تو بازی وارد نشه خب اختلاف فشار ما در معادله انرژی سه جمله داریم یکی اختلاف فشار یکی اختلاف ارتفاع و یکی اختلاف سرعت و البته تلفات هم داریم که صرف نظر می‌کنیم خب البته هم وقتی اختلاف وقتی تلفات نداشته باشیم و انرژی جنبشی هم وارد بازی نشه اختلاف فشار برابر خواهد بود با یک دوم رو اختلاف سرعت به دیگه آن تبدیل انرژی جنبشی به انرژی فشاری انجام میشه و دقت کنید دلتا پی میشه پی دومن منهای پی اک و پی دو از پی اک بزرگ بزرگتر هست چون ماشین در مورد پمپ های محوری داریم صحبت میکنیم نیروی لیفت رو هم مشابه هم چیزی که در روی شکل نمایش دادم با هم دیگه بحث بکنیم خب به خاطر اینکه سر... هم دلتا پی کمی الان گفتم پی دو بزرگتر از پی اکه پس یک ناحیه پرفشار اینجا تشکیل میشه ناحیه کم فشار در ورودی و اگر به مساحت ضرب کنید یک نیروی لیفت خواهد داد پس نیروی لیفت میشه دلتا پی ای یک همین دلتا پی هم از بالا جاگذاری کنید یک دوم رو یک به توان 2 من سی دو به توان دو ای و C1 به توان دو رو به نوبت 1 به توان دو، بالا بی Cm1 به توان دو، m ارتفاع بود. C2 هم که تصویر بود. من هنوز C2 رو میتونم توانم بنویسم. C2 دو به توان دو، بالا Cm به توان دی، اندیس نداره. و به هم شکل مشابه C2 به توان دو رو می توانم بنویسم. C2 دو CM2 به توان دو، بالا Cm 2 به توان دو که Cm ها با هم برابرند، چون ماشین مهوار است. در میشه سی و یک به توان دو منهای سی و دو به توان دو پس در این رابطه این پرانتز رو میتونم با این جایگذاری کنم بگم نیروی لیفت میشه یک دوام رو سی و یک به توان دو منهای سی و دو به توان دو نیروی درک هم بر اثر اختلاف سی و از ورودی تا خروجی ایجاد میشه که خب اگر این اختلاف سرعتی که این مومنتوم از دست رفته رو اگه ضرب بکنم به رو کیو درک خواهد شد و کیو رو هم می سی ام در ای مشابه چیزی که در همین ابتدا داشتم که دبی برابر دبی به خاطر این بود که من دیگه اینجا ننوشتم دبی ها برابر است دبی میشه سی ام در مساحت چون مساحت ها برابر پس سی ام ها هم برابر پس این دبی که اینجا میبینم نوشتم سی ام در ای و و این هم نیروی درک خواهد شد حالا آلفا بی نهایت چقدره یعنی اگر من از این رأس مثلث یک خطی به موازی راستای عمود بر آر رسم بکنم این زاویه که اینجا ایجاد میشه با راستای افقی یا راستای یو حالا بگیم یو فعلا وجود نداره ها همونجوری که گفتم چون چرخشی وجود نداره ولی راستاشو میدونیم چیه به حال دیگه این الفای بی‌نهایته که اگه نگاه کنید چون این خط موازی این خطی است که عمود بر آره این زاویه که اینجا ملاحظه میکنید هم الفای بینهایت خواهد به اینکه دو تا زلش بر هم عمودن این محور عمودی است این زل افقی است و از جد این عموده بر آره یک زلش آره و اونم که طبیعتا عموده بر آره پس اینم الفای بینایت خواهد بود پس من اگه بخوام الفای بینایت به دست بیارم میگم زل مقابل درگ زل مقابل مجاور لیفته پس میگم یا میتونم از کوتانجانت استفاده کنم بگم کوتانجانت الفای بینایت میشه ال دیوم و ال و دی رو که در قسمت های قبل حساب کردیم این ال هست این دیه که اگر کنید سی یو یک به توان دو منهای های سی یو دو به توان دو این سی یو دو من سی یو یک از اتحاد مزدوج هم استفاده خواهید کرد و ساده سازی رو انجام خواهید داد و بدین این شکل به دست خواهد اومد که کتنجان تالفایی بینایت میشه سی یو بی, نهایت بی نهایت به سی ام حالا سی یو بی نهایت چیه؟ هستش مجموع سی یو یک به علاوه سی تقسیم بر دو به عبارت دیگه اینجا اگه برگردیم دوباره به روی شکل این نقطه ای که اینجا ملاحظه میکنید این کوچولو سی یو این بزرگه سی یو یکه داره این سی یو میشه وسط این دوتا به عبارت دیگه وقت من جمع میکنم تقسیم بر میکنم یعنی میگیرم دیگه به عبارت دیگه من این سی یو دو و این سی یو این طول خطی که اینجا هست اگه تقسیم بر کنم این وسطش مثلا به شما میانگین ده و بیست شما پولزه دیگه پونزه وسط ده و بیسته از ده تا 20 تا فاصله داره وسطش میشه 5 تا این مثلا ده این 20 پنج این وسطش خواهد شد که میگن 32 بی نهایت و 15 ماست در حقیقت زاویه هم الفای بی نهایت هم که ملاحظه لازم کن. این کوچولو الفا که این یکی الفا 2 این یکی الفا بی نهایت من از ساعت ساکن شروع کردم که یه مقدار به این هندسه آشنا بشید شما و به این میگیم سی یو بی, بی نهایت که میانگین دو تا سی او هست و مقدار نیروی ریزالتند یا برایند رادیکال ال2 علاوه علاوی اینایی که در مرز میکنه دیدگاه آیرو است که نیروی لیفت و درگ و اینها تو مسئله وارد میشه که آب درگ و داریم اینجا به توان دو برسونید نیروی لیفت رو به توان دو برسونید جمع کنید رادیکال بگیرید و در نهایت نیروی برایند نیمونه خواهد خب حالا اجازه بدید معادلات حاکم بر آبشار پره های متحرک رو بررسی کنیم شما با مفهوم هندسی آبشار پره آشنا شدید یه خیلی ساده برای مثلث سرعت که نداشتیم میشه گفت سرعت هایی که روی آبشار پره های متحرک بودن با هم دیگه نگاه کردیم معادلات حاکم رو نوشتیم حالا میخوایم برای متحرکش رو بنویسیم خب پره ها رو من مجددا آبشار پره ر... اینجا دیگه مثلث سرعت شکل میگیره چون دیگه من فقط یک سرعت مطلق ندارم اینجا سرعت محیطی وارد شده و در نتیجه سرعت نسبی خواهم داشت و اینها تشکیل یک مثلث خواهند داد که حالا زوایاش رو هم میتوان نگاه کنید ما زاویاتون باشه میگفتیم زاویه سرعت نسبی با محور افقی که یو باشه رو قاعده رو که یو میذاشتیم با بتا نشون میداد در ماشین های محوری حالا تو آینده خواهید دید مرسوم هست که گهگاه زوایا رو نسبت به راستای اکسیال هم میسنجن نه راستای عمود بر یو ولی من اینجا فعلا همچنان سعی کردم شبیه قبل کار کنم ولی تو فصلهای بعدی اگر دیدید که زوایا رو با نسبت به راستای اکسیال دادن تعجب نکنید اون هم یک تفاوتی است که معمولا تو ماشین های محوری وجود داره ولی من اینجا این بتا رو همچنان نسبت به یو سنجیدم و دبلیو میشه سرعت نسبی یو سرعت محیطی و سی سرعت مطلق اینجا هم اتفاقا آلفا رو اینو در نظر گرفتن برای آلفا تون بیاد ما الفا رو معمولا اینوری در نظر می گرفتیم اونی که در داخل مثلث بود در نظر می گرفتیم اینا قرار داده هیچ فرقی نمی کنه شما هر جور دوست داشتید دو انتخاب بکنید این یو هست این اضافه شد الان چه تفاوتی که نسبت به قسمت قبل دارم اینه که چرخش دگمه شروع فن رو شما زدید همچنان نیروی و درگ و لیفت وجود داره تو مساله و نیروی برایند وجود داره تو اینجا و مثلث صورت ها در خروجی مثلث سرعت ها در ورودی که یو هست دبلیو 1 من سعی کردم که دبلیو ها رو موازی پرره ها رسم بکنم چون بالاخره سیال موازی با پرره ها نسبت به پرره ها وارد میشه و مثلث سرعت ها رو همونجوری گفتم مرسوم هست که در ماشین های محوری روی هم دیگه رسم میکنن یکم شلوغ شده در که برای اینکه واضح تر بشه من اینجا بزرگترش رو رسم کردم ولی توضیح خواهم داد از این شلوغی خارج خواهد شد ارتفاع مثلث سی ام ثابت این از این. ماشین محور از طرف این یه زل دبلیو 1 هست و سی 1 هم اگر پیدا بکنید اینجا این c 1 1 میشه مثلث سرعت ها در ورودی و دبلیو 2 را اگر اینجا پیدا کنیم با سی 2 میشه مثلث سرعت ها در خروجی و همون راستای عمود بر بردار ریزالتنت رو هم همچنان این راستا را رسم کردم از این نقطه یک خطی به موازات خطی عمود بر بردار آر رسم بکنید که این بتا مینهایت اینجا شکل خواهد گرفت و نکاتی که خب من بزرگترش رو اینجا رسم کردم این همون آرائل خودمونه به این خط بینهایت رو من آماده امتداد دادم اینجا خب مثلث سلس در, در ورودی رو آبی رسم کردم که این زلش W1 که این زلش C1 که این آلفا 1 و اینم بتا 1 قرار شد که این گونه زوایای نسبی و زوایای مطلق رو اینجوری مشخص بکنیم که بتا یک همین چیزیست که اینجا میبینید و آلفا یک رو هم اینجا رسم کرد مثلث صورت هایی که قرمز رنگ رسم شده مثلث صورت ها در خروجی است که یه زلش دبلیو دوه یه زلش سی 2 اینجا آلفا دوه و اینجا بتا 2 و این خط نقطه چینی که خط چینی هم که رسم کرده همون راستای عمود بر, بر بردار ریزالتنت هست که اومده و از این نقطه رسم شده و این بتا بی نهایت اینم دبلیو بی نهایت هست خب ارتفاع مثلث هم که سی مقدار ثابتی است دبلیو و سی رو اگه در راستای افقی در اینجا که یو هست تصویر بکنید هم مثل قبل دبلیو یو و سی یو حاصل خواهد شد پس من اگه سی دو رو در راستای افقی تصویر کنم این تیکه میشه سی یو دو اگه سی یک رو تصویر بکنم این نقطه حاصل بشه این فاصله میشه سی یو یک. این هم که یوه دیگه همونجوری که ملاحظه میکنید این سی 2 و این هم دبلیو دو قاعده مثلث صورت ها در خروجی میشه یو همچنین قاعده مثلث صورت ها در ورودی از این نقطه تا این نقطه که دبلیو یک هست و سی یک این هم میشه یو دوباره مجددا و همونجوری که میدونی یو هم در مثلث صورت ها تغییر نمیکنه به خاطر اینکه من در یک شعاع یکسان هستم و ورودی خروجی من از یک شعاع انجام میشه یعنی آرومگاش کنم یکیه و دبليو ها هم میتونه تصویر بکنید که من اگه این دبليو این خط بزرگ است که اینجا مالای دبليو 1 اگه تصویرش بکنم از این نقطه دبليو 1 آغاز میشه تا اینجا که اگر کلش پس دبليو 1 فن دبليو کلش هستی دبليو 2 اگه بخوام به دست بیارم این قرمز رو باید نگاه کنم که از اینجا تصویرش بکنم شروع خواهد شد تا انتهای این دبليو 2 و این خدچین که اینجا تقاطع کرده اینو اگه من با بینهایت با بی نهایت خواهد بود این خدچین امتدادی عموده بر راستای آر هست بردار برایند درگولیفتی است که به پرده وارد میشه همچنان مشابه قبل سی ام یک مساوی سی ام دو هست با اینکه ماشین محوری است و دیگه اندیس یک و دو براش نمیذاریم و سی ام حالا معادله اویله رو خواهم نوشت در حالتی که حرکت وجود داشته باشه و h سگان می شود سی دو به توان دو من یک به توان دو دو این رابطه رو ما درایو کردیم در قسمت قبل به دو شکل هم نوشتیم یکی به این صورت بود یکی هم به صورت پایینی که ملاحظه می کنیم و یو دو به توان دو من یک بزن. این من همون جا هم اتفاقا اشاره کردم که در ماشین های مدقت هم کردن اینا دو من یک دو من یک یکی یک من های دو یا میتونم توانیم اینم دو من های یک بنویسم اینجوری یعنی منفی بزنم ولی بعد ماشین های محوری این جمله سانتریفیوژ که یو دو من های یک صفر میشه گریز به خاطر همین هم است هم که در ماشین های محوری اچ یا هد مقدار کمتری نسبت به ماشین های سانتریفیوژ داره به خاطر اینکه این, این جمله از بازی حذف خواهد شد یک جمله مثبتی است در ماشین های سانتریفیوژ مثبت و در اینجا صفر از یه طرف دیگه ما اول اینو به دست آوردیم که بعد به کمک مثلث سرعت ها رسیدیم به رابطه بالا ما گفتیم هده ماشین حالا اچ دگون میشه یو جیوم یو دو داشتیم میگوییتون باشه میگفتیم یو دو سی یو دو منهای یو یک سی یو یک چون در اینجا یو دو با یو یک برابره من دیگه یکو آدرسشو برداشتم و از یو فاکتور گرفتم شده یو یو جیوم سی یو دو منهای سی یو یک از طرفی به کمک همین مثلثی صورت‌هایی که در بالا رسم کردیم رابطه بین سی یو و دبلیو رو رو شکل ملاحظه کنید مثلا در مثلث صورت خروجی این سی دو هست این میشه سی یو دو حالا دبلیو یو رو اگر پیدا بکنید این مقدار بزرگ میشه سی یو دوی که اینجا هست با کل این بندازه یو اختلاف دارد یا به عبارت خب بعدی البته دیگه این شکل در ورودی هم وجود داره این که من اگه این یو آبی رنگی که اینجا وجود داره رو نگاه کنید با سی یو آبی رنگی همین آبی برای مثلث صورت ورودی هستن قرمز برای خروج است این یوی که اینجا هست قاعده مثلث صورت ها در ورودی با سی یوی که اینجا می اگه جمع کنم کل این قاعده بزرگ مثلث به دست میاد که دبل یو, یو یک هست کلش هست من اینجا نوشتم برای تو همجی گفتم اگر دبل یو دو که مقدار بزرگتر از یو کم کنم سی یو دو حاصل خواهد شد طرفین رابطه رو از همدیگه کم بکنید چون میخوام یو از بازی هست بشه نتیجه خواهد گرفت. خواهیم گرفت که سی یو دو من های سی یو یک برابر است با دبل یو یک من های دبل یو یو دو و نکته هم دقت که این مقدار سی یوی که در اینجا وجود داره مقدار منفی است بخاطر اینکه وقتی من سی یو میخوام تصویر بکنم در راستای یو مقدار منفی به دست خواهد دارم. و در رابطه اچزگون سی یو دومن های سی یک دارم که اینجاست پس سی یو دومن های سی یک رو برمیدارم به جاش دبلیو یو یک من دبلیو یو دو قرار خواهم داد که میشه اچزگون مساوی یو جیوم دبلیو یو یک من دبلیو یو دو معادله انرژی رو خواهیم نوشت مشابه قسمت قبل تلفات رو در نظر نخواهیم گرفت هم معادله انرژی رو در حرکت نسبی رو اینا رو در همون قسمت قبل به دست آوردم اتفاقا در همونجا که نتیجه خواهد شد که دلتا پی میشه یک دوم رو دبلیو یک به توان دومن های دبلیو دو به توان دو و نیروی لیفت رو به دست خواهیم آورد مشابه آن چیزی که برای پرهای ساکن به دست آوردیم دلتا پی در مساحت و این دلتا... مساحتی که داریم خب تغییر نکرده دلتا پی شده رو دوم دب سرعت های نسبی استفاده شده در قسمت قبل ما یه سرعت بیشتر نداشتیم سی بود اما اینجا از سرعت نسبی جایگزین میشه W1 به توان دومن های W2 به توان دو زب در مساحت که دوباره W1 رو میتونید بنویسید به توان دو رو میتونید بنویسید WU به توان دو به علاوه CM به توان دو که چون WM همان CM است به عبارت دیگر شما W رو که مثلا این خطه در راستای عمود بر یو تصویر کنید همون CM به دست خواهد اومد دیگه و CM هم بین ورودی خروجی تغییر نمیکنه طبق قانون بقای جرم پس دبلیو ام یک مساوی دبلیو ام پس توان دو اختلاف توان دو دبلیو رو میتونیم به صورت اختلاف توان دو بنویسیم نیروی درک هم مشابه قبل با دبلیو نوشته خواهد شد و کوتانجانت به تای مشابه قبل به دست خواهد اومد اینا رو دیگه مینویسید نکته خاصی نداره و دبلیو یو 1 به علاوه تقسیم بر دو که اینو من تعریفش میکنیم به دبلیو و بی نهایت به واقع دیگه در حالت حرکت وقتی حرکت نسبی داریم و پره من شروع به چرخش میکنه و یه یوی وجود داره تو مسئله در اون صورت شما وقتی میخواید نیروی درگ و لیفت رو به دست بیارید از سرعت های نسبی استفاده خواهید کرد اما در قسمت قبل ما یه سرعت بیشتر نداشتیم از همون استفاده میکردیم دیگه و نیروی برایند اونجا من نوشتم کوتاژنت به تای بی‌نهایت نوشته شده اینجا و الی آخر که در روشک هم اتفاقا اینو ملاحظه می‌کنید که به تای بی‌نهایت در حقیقت این زاوی قرمز رنگی که اینجا من به تای بی‌نهایت که این خط من امتدادی است که عمود بر بردار برایند است و دبلیو 1 رم باز اگه نگاه کنید اینجا هست که اینجا ملاحظه میکنید دبلیو یو دو هم اینجاست من این خط چونو جوری کشیدم که این محل تقاطعش افتاده وسط دبلیو 1 و دبلیو 2 این من همون کانسپتیه که اینجا وجود داره دبلیو یو به بی‌نهایت میشه دبلیو 1 علاوه w 2 تقسیم بر یعنی دبلیو 2 به بی‌نهایت میفته و چون اصلا میانگین دو چیز رو می گیرید مثل همون مثال 10 و 15 ای که من زدم مقدار میانگین میفته وسطش دیگه یعنی وقتی که این نقطه دبلیو 2 است و این نقطه دبلیو 1 بعد دبلیو یو وسطش من یکم شاید یکم نیم برتر باید میکشیدم که وسطش بیفت میانگینش بیفت خب ضریب عکس رو با هم دیگه تعریف میکنیم این خیلی مهمه چون یکی همونجوری که میدونید ضریب عکس یکی از کمیت های بسیار مهم در ماشین های محوری است میگوییم ذریب عکس العمل با ای هم نشون میدن با آر هم نشون میدن هستشون مقدار اچ که از نوع پتانسیل هست تقسیم بر اچ کل ماشین خب اچ کل ماشین رو که الان ما چند دقیقه با هم دیگه به دست آوردیم در رابطه ای اویلر اچ میشه یو جیوم دبلیو یو یک من های دبلیو یو دو پس مخرج ما مشخصه چی نه اینو اینجا نوشته اچ زگان پتانسیل هم خودش دو بخش داشت اگه خاطرتون بیا من مدل برگردید به معادله اویلری که در اینجا نوشتیم ای این اچ کل من هست که اثبات کردم و میشه با چیزی که اینجا میبین اما از همین معادله نگاه کن این قسمت رو بهش میگفتیم دینامیک این دو تای دیگر رو بهش میگفتیم استاتیک و میگفتیم این دینامیک چندان مطلوب نیست دوست داریم به صورت استاتیک باشه که استاتیک من این اولیش صفره پس کل استاتیک یا پتانسیل به این میگفتیم پتانسیل به این میگفتیم دینامیک یا جنبشی پس آن چیزی که به عنوان پتانسیل یا استاتیک هست فقط در 1 یک به توان دومن های W2 دو به توان دو جیوم هست پس صورت هم که در این رابطه میشه در 1 یک به توان دو من W2 دو به توان این میشه اچ سکند پتانسیل یا استاتیک و مخرج هم که میشه کل اچ این میگیم خب اینو ساده سازی به عهده خودتون از اتحاد مزدوج استفاده خواهید کرد و البته اینها به توان دو میدونه دونید مسلس ها دبل 1 به توان دو مشابه قبل میشه دبل u به توان دو به علاوه در ام به توان دو همان CM ارتفاع مسلسل و CM ها هم که برابرن در ورودی خروجی با هم ساده میشن و اینها به صورت اختلاف دبلیو ها نوشته خواهد شد و بعد اتحاد مزدوج میزنید یه دبلیو من های w تو مخرج دارین ساده میکنی خلاصه به این میرسیم جی هم که با جی ساده میشه یه یو تو مخرج میمونه یه دو هم که تو صورت میمونه این زایب اکسون حالا میتونم بگم دبلیو برابر است با یو منهای های سی یو قاعده اگر یو باشه من های سی یو بشه دبلیو به دست خواهد اومد یا به عبارت دیگه میتونم بنویسم که همون رابطه ای که در اینجا داشتیم مجددا دارم عرض میکنم که من های سی یو میشه دبلیو من های یو یعنی یو رو اگه ببرم اون برای تصاوی دبلیو یو میشه یو من های سی یو میشه یو من های سی یو که این اگه جاگذاری بکنید در اینجا میشود یک من های. خود جاگذاریش نکته ساده ای نداری یک من های سی یو یک بلا به سی دو دو تقسیم بر دویو. که این خیلی رابطه معروفی است و برای محاسبه ضریب از هر جفتش استفاده یه چیز هم. زیاد فرقی با هم نداره و اول اینو تو روابط ممکنه دریویشنش و اینا رو شما نیاز داشته باشید من از مادل اویلر استفاده کردم و از یک رابطه تو مثلث سرعت ها استفاده کردم که دبلیو میشه یو من های سی که اینم البته تو سرعت هم اگه باشه دبلیو یک به علاوه دبلیو دو تقسیم بر دو رو تعریف کردیم دبلیو اینجا در یو بی نهایت تعریف کردیم درش برای سادگی من زریب اکسون رو صورتش هم جاگذاری کردم به این صورت نوشتم دبلیو یو بی نهایت یوم که عرض کردم شما میتونید یا از این استفاده کنید یا از این رابطه که اینجا میبینید اما برای جنبندی چند دوست یه نکته خیلی مهم اینجا داریم که ماشین ها رو گفتم به شما ماشین های محوری رو در اجزایش شامل یک هدایت کننده قبل از ماشین هست و یک دیفیوزر بعدش اصلا شما میتونید در این قسمت یک هدایت کننده قرار بدید و پره رو پره های هدایت کننده را به گونه ای تعیین کنید که جریانی که به صورت محوری میاد رو خمش بکنه و در راستای ورود به لابلای پره ها قرار بده در اون صورت دیگه ورودی به روتور در راستای محوری نیست چون قبل از روتور یک هدایت کننده ای وجود داره که این هدایت کننده جریان رو چرخونده و به موازی پره قرار داده و ولی ورودی به خود هدایت کننده محوری است یعنی جریان در راستای محوری وارد هدایت کننده میشه باز به کمک پره هدایت کننده خم میشه و بعد وارد روتور میشه ممکنه دیفیوزر داشته باشید یا نداشته باشید هدایت کننده یعنی ماشینی داشته باشم که فقط دیفیوزر داره بدون هدایت کننده ورودی یا ماشین داشته باشم که هدایت کننده ورودی داشته باشه دیفیوزر نداشته باشه ماشینی داشته باشم که هم دیفیوزر داره هم هدایت کننده ورودی داره یا ماشینی داشته باشم که نه دیفیوزر داره نه هدایت کننده چهار حالت ممکنه داشته باشه ولی من الان موردی رو دارم بحث میکنم که یا هدایت کننده داریم یا دیفیوزر داریم میخوام ببینم اصلا کدوم اینا اولویت داره یعنی اگه من بخوام فقط یا یا دیفیوزر بذارم یا هدایت کننده بذارم کدومشو باید انتخاب بکنم خب ترجیحا هر جفتشو بذارید که چه بهتر هر جفتش باشه خب بهتر ولی اصولا اگر من یکیشو فقط بخوام بذارم کدومو باید بذارم و در مورد دیفیوزر هم میشه همینو گفت که اگه دیفیوزر نباشه در آن صورت خروجی ماشین محوری خواهد بود چون بالاخره ماشین سیال داره در محور میاد در محورم خارج میشه اما اگر دیفیوزر وجود داشته باشد در آن صورت خروجی دیفیوزر باید محوری باشه و خروجی روتور دیگه م... م... نیازی نیست که محوری باشه این نکاتی است که من عرض کردم که حالا این مدار داستان جا بیفته برگردیم سر داستان خودمون و من ضریب اکس رو هم تعریف کردم نکته هم هست اینه که مثلث صورت هایی که در اینجا رسم کردم به گونه ای رسم شده که ضریب اکس یک دوم باشه چرا یک دومه خوب دقت کنیم به اینجا چون ما گفتیم ضریب عکس اول میشه دبلیو یو نهایت تقسیم بر یو دبلیو یو نهایت چی بود میانگین دبلیو 1 و دبلیو 2 دقت کنیم من اومدم مثلث صورت ها در ورودی رو رسم کردم این سی 1 و اینم دبلیو 1 و خب این هم زاویه الفا 1 میشه این هم زاویه بتا یک میشه همونجوری که میبینید و مثلث سرعت ها در خروجی رو هم رسم کردم با قاعده یکسان رسم شده مرسوم هست در ماشین های محوری مثلث سرعت ها روی هم رسم میشه چون خیلی مشترک دارن دیگه ارتفاع هر جفتشون مشترک سیم و قاعده هر جفتشون هم یوه اینا با هم برابر و این یکی میشه دبلیو دو و این یکی میشه سی دو طبیعتا این کوچولوتره میشه آلفا دو این ورین این بزرگتره میشه بتا دو و این خط چینی هم که اینجا میبینید راستای بینهایتی هست که قرار بر شد که از این وسط رسم بشه و دبلیو یو دقیقا این وسط بیفته و این خطی هم که کلا اینجا میبینید اختلاف سی یو ها هست و باید دیگه من اگه سی دو رو تصویر بکنم اینجا میشه سي رو تصویر بکنم اینجا میشه اختلاف اینها میشه دلتا سی یو که همان دلتا دبل هم هست چرا چون اگه من دبل یو دو رو تصویر کنم اینجا میشه دبل یو هم تصویر کنم اینجا میشه این خط دلتا دبل یو هم میشه حالا من اینجا دارن میگویند که این وسطش رو اگه انتخاب بکنیم که وسطش همون جایی بود که این خچین هم عبور میکرد اگه بیام پایین این میشه دلتا این کل قاعده میشه یو و این کوچولی که اینجا داریم میشه دبلیو یو, یو به نهایت چون این خچین تصویرش بکنم میشه دبلیو یو به نهایت که در صورت کس قرار داره که اگه تقسیم به یو بشه یعنی وسطش دیگه یعنی این نقطه ای که اینجا میبینید یو رو به دو تکه تقسیم کرده به خاطر دبلیو یو به دومه و ذریب بکس و عمل طبیعتا یک دوم دو خواهد بود این نکاتی بود که ارز کرد مسلس طورت های بعدی است که دیفیوزر قرار داده شود ولی هدایت کننده وجود نداشته باشه چون هدایت کننده در قبل از, چرخ، قبل از روتور ندارم در اینچه ماشین سیال به صورت محوری وارد خواهد شد آلفا یک نوت درجه سی و یک سفر و سی ام همان سی یک خواهد بود چون آلفا یک نوت درجه است در یک رو اینجا میبینید و C2 و W2 رو خواهیم داشت بتا 1 و بتا 2 در مثلث صورت ها شکل خواهند گرفت و فی هم به صورت اختلاف بتا 2 و بتا 1 است به بعد دیگه فی میشه زاویه انحراف جریان در لابلای پره ها از بتا با تا بتا 2 و خط خط چینی هم که ملاحظه میکنید همون دلتا سی یو است که مشابه قبل رسم شده و در این حالت که فقط دیفیوزر داشته باشم ضریب عکس که تابعی خواهد بود از فی که همون بتا دومن های بتا یک یک مقدار کوچکتر از یکی خواهد بود حالت سوم این دفعه حالتی است که هدایت کننده اضافه بشه تو مسئله و دیفیوزر وجود نداشته باشه در آن صورت جریان خروجی از روتور باید به صورت محوری خارج بشه چون دیفیوزری وجود نداره و انج الفا دو این دفعه 90 درجه خواهد شد و سی یو دو صفر خواهد شد و مثلث صورت ها در خروجی روتور قائم زاویه شد در این حالت هدایت کننده باعث ایجاد سی یو یک منفی خواهد شد چون وقتی که شما میدونید هد ماشین اختلاف سی یو ها هست دیگه طبیعتا سی یو وقتی در خروجی صفر و برای اینکه هد در ماشین ایجاد بشه باید سی یو در ورودی منفی باشه که مثلا از منفی ده برسه به صفر و صفر منهای منهای ده بشه ده در حالت های قبلی سی یو در خروجی وجود داشت و سی یو در ورودی صفر بود آن چیزی که در این حالت دیدید سی یو یک در سی و دو یه عددی مثلا ده ده منهای صفر میشه ده این میشه هد ماش. اما در اینجا سی 2 دو صفره ولی در هدایت کننده ای که در ورودی داره باعث میشه که سی که یک منفیل ایجاد بشه و اما زاویه آلفا یکی که میبینید منفرجه بشه بزرگتر از 90 درجه باشه و مقدار سی او منفی باشه و این به این میگن پیش دیگه شبیه پری روتیشنیست است که در در فصل های آینده با هم دیگه معرفی خواهم کرد دقیقا اینو و میگیم هدایت کننده پیش چرخشی یک معلفه چرخش به جریان تحمیل کرده یعنی سی یو منفی شده مثلا منفی ده سی دو هم که صفره پس سی یو دو منهای سی یو یک میشه صفره منهای منهای ده مساوی ده میشه هده ماشین که یاد مثبتی خواهد بود مثلا سرعت ها شده این خط عمودی که اینجا ملاحظه میکنی که آلفا دوی 90 درجه هست و این هم که دولیو دوه این سی 2 و این هم یو قاعده مشترک هست بین هر دو مثلث C1 رو اینجا میبینید که زاویه آلفا 1 بزرگتر از 90 درجه است و C1 همجا همجوری که میبینید دلتا C یو هست که چون در خروجی مقدار صفر بوده و C1 رو اگه تصویر کنم همون C1 همون دلتا C یو خواهد بود چون خروجی صفر است و در W بی هم اینجا ملاحظه میکنید که رسم شده به صورت خط چین بتا 1 و بتا یک این کوچولو است بتا دو بزرگتر است و فی انحرافی که ایجاد شده اینجا روش یک مشخص سی ام که ارتفاع مقدار سی ام مقدار ام یک ثانی هست ارتفاع مثلث و وقتی از این وسط دلتا سی یو من میان پایین این خط بزرگ ایجاد میشه دبلیو یو بی نهایت که دبلیو یو بی نهایت هم مشخصه چون این زاویه از 90 درجه بزرگتره از یو بزرگتر پس من اگه برگردم به تعریف ضریب و عکس عمل میشه دبلیو یو های تقسیم بر یو که دبلیو یو های از یو بزرگتره پس ذریع و عکس عمل ماشین هایی که در این حالت داریم بررسی میکنیم و یک هدایت کننده در ورودیشون دارند از یک مقدار بزرگتری داره دقیقا عکس این حالتی که اینجا ملاحظه میکنید که دبلیو یو از این الان دبلیو اگه بیام تصویر کنن بیام پایین دبلیو از یو کوچکتر خواهد بود و ضریب عکس العمل از یک کوچکتره اینجا در بلیو یو بی نهایت یعنی این جایی که این وسط دلتا سی یو هست بیان پایین این طول بزرگتر از قاعده مثلث که یو هست خواهد بود اینجا ضریب عکس العمل بزرگتر از یک خواهم داشت اگه بخوام کانسپتش رو متوجه بشید چون انشالله من در فصلهای آینده که ماشین های محوری رو آموزش خواهم داد اتفاقا مثال از این قسمت هم حل خواهم کرد شما رو ارجاع میدم به فصل مربوط به فنها و دمنده ها تو اونجا یک مثال حل کردم که به شکل عدد و رقم این ضریب بزرگتر از یک رو به دست آوردن ولی اصولا اگه بخواید سری متوجه بشیم که علتش چیه که زری عمل بزرگتر از یکه خاطر اینه که وجود هدایت کننده در قبل از چرخ در حالتی که هدایت کننده باشه این اتفاق میفته قبل از چرخ باعث میشه که w یک مقدار بزرگتری باشه همونجوری که ملاحظه میکنی یعنی W1 کش اومده و الفا یک از 90 درجه بزرگتر شده همین تبدیل سرعت ها سرعت های نسبی هم باعث خواهد شد که یک معلفه افزایش فشاری به ماشین اضافه بشه که در صورت ذریب ز... عکس عمل طبق تعریف ما افزایش فشار داریم و این باعث خواهد شد که در مخرج هم که هدیه که به ماشین داده شده دیگه هدایت کننده باعث میشه که میزان افزایش فشار بیشتر بشه به خاطر اینکه سرعت W در ورودی ماشین رو افزایش میده انشاءالله اینو بیشتر از اینو من شما رو ارجام میدم به فصل مربوط فنها و دمنده ها مثال عددی در اونجا حل کردم اما یک نکته دیگه در اینجا وجود داره نظر شما رو جلب میکنم به این فی فی کمیت مهمی است به خاطر اینکه ضریب عکس عمل تابع فیه چون اینجا مثلث منفرجه شده یکی از زوایاش در اینجا اگر شما یک فی یکسان در حالتی داشته باشید که فقط هدایت کننده دارم و حالتی که فقط دیفیوزر دارم من توی این مثلث صورت‌ها فرض کنیم فی 6 درجه است برای مثال همین فی 6 درجه رو اینجا اعمال بکنیم در اون صورت دلتا اختلاف سی هایی که این قسمت بالای این زل بالا هست در کدوم حالت بیشتر خواهد بود چون اختلاف سی ها نماینده هد ماشینه در این شکلی که من رسم کردم جوری رسم کردم که سی یو ها یکسان باشه برای مثال فی های متفاوت به دست بیاد دبی هم که نماینده دبی هم که ارتفاع مسلسل. و ارتفاع هم سعی کنم یکی بکشم و از دلتا سی یو ها رو یکی حالا این دفعه عکسش رو دارم قیاس میکنم فرض کنین که فی یکسانی من داشته باشم در اون صورت در بین این دو حالت در کدام حالت دلتا سی یو بیشتری خواهید گرفت کدام حالت ارتفاع بیشتری خواهید گرفت که اگر که اچ یکسان باشه یعنی دلتا سی یو یکی باشه فی که در دیفیوزر خواهیم داشت بزرگتر از هدایت کننده است حالتی که دیفیوزر بیشتر از هدایت کننده است به شکل معکوس اگر این کار رو بکنید این دفعه اگر در فی یکسان این کار رو بکنید این دفعه هد هدایت کننده بیشتر از هد دیفیوزر خواهد بود به عبارت دیگر برای پرهایی که به یک میزان انحراف در رفتار سیال در لابلای پرهای ایجاد می کنند و فی یکسانی دارند ماشین هایی که مجهز به هدایت کننده هستند هد بیشتری در قیاس با ماشین هایی که مجهز به دیفیوزر هستند ایجاد می کنند. پس با توجه از دیدگاه هد اگر بخوام نگاه کنم ماشین هایی که هدایت کننده دارند به ماشین هایی که دیفیوزر دارند ارجحیت دارند و هد بیشتری تولید میکنن علتش هم زاویه بزرگتر از 90 درجه است دیگه شما فرض کنید مثلا 10 درجه باشه فی من اگه 10 درجه اینجا جدا کنم و این چون خیلی کشیده است به خاطر اینکه این از 90 درجه بیشتره نج دلتا سی که ایجاد میکنه خیلی طول بیشتری خواهد بود حالا تصور کنید شما همین 10 درجه رو بخواید اینجا ایجاد کنید چون این مثلث بسته است و زوایاش از 90 درجه کوچکترن این فاصله ای که اینجا ایجاد میشه مقدار کوچکتر است که ارتفاع مثلث یکسانه و قاعده مثلث هم یکسان یعنی فرض کنیم یو ثابت یکسان باشه یعنی سرعت زاویه یکسان باشه و شعاع ابعاد یکی باشه و دبی هم یکی باشه در اصل چون این زاویه کوچکتر از 90 این طولی که این بالا ایجاد میشه کوچکتره ولی اینجا چون این باید ادامه پیدا بکنه فاصله بیشتر اینجا ایجاد پس از دیدگاه هد اینی که من اگر انتخاب داشته باشم که هدایت کننده بذارم یا دیفیوزر بذارم هدایت کننده رو انتخاب خواهم کرد اما این همه چیز نیست اگر که من هدایت کننده بذارم یعنی این حالت رو داشته باشم هم دبلیو مقدار بزرگتری میشه چون این زاویه بزرگتر از نوده این زل مسلس خیلی کشیده میشه وقتی دبلیو بزرگتر باشه در فصل تلفات هیدرولیکی انشالله خواهید دید که گرادیانی که ایجاد میشه و مالیده شدن سیال به دیواره استکان جران سیال با دیواره داره هم بیشتر میشه پس در ماشین هایی که مجهز به هدایت کننده هستند تلفات هیدرولیکی و استقاق سیال با دیوار بیشتره طبیعتا تلفات وقتی بیشتر باشه راندمان ماشین هم کاهش پیدا خواهد کرد و همچنین از دیدگاه کاویتاسیون اگه پمپ باشه یعنی سیال من مایع باشه در آن صورت وقتی دبلیو یک مقدار بزرگی باشه سرعت بیشتر بشه فشار افت میکنه و افت فشار خطر وقوع, وقوع خطر ووقع کاویتاسیون رو به همراه خواهد داشت پس اگه بگه شما بگن هدایت کننده من فقط من میذارم یا دیفیوزر میذارم کدوم رو شما انتخاب میکنید از دیدگاه هد اگر بخواید قرار دادن هدایت کنند در جهیت داره ولی از دیدگاه تلفات راندمان و کاویتاسیون ماشین هایی که دیفیوزر دارن هم خطر کاویتاسیون کمتری دارن و هم از تلفات کمتر و راندمان بیشتری دارن